سلام عرض میکنم آقای دکتر مصطفی آزمایش. حجت الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه ایران، گفته که هیچ قانونی نمیتواند تعدد زوجات از سوی مردان را منع کند و منع این حق در اصل مردانه به منزله انکار قرآن است، زیرا قرآن صراحتا با حق مردان برای اختیار کردن زوجهای متعدد موافقت کرده است. در این حال معاون رئیس قوه قضاییه ایران گفته که اصل ازدواج مجدد مرد باید بر رعایت عدالت مبتنی باشد، هرچند او نگفته که چگونه میتوان در این بین سخن از عدالت گفت در حالی که تعدد زوجات بنابر توضیح ایشان حقی است مردانه و بر اساس امتیاز و برتری مردان نسبت به زنان بنا شده، به طوری که به گفته ایشان انکار این حق، انکار این حق ویژه، این برتری به منزله انکار قرآن و اسلام است. چه پاسخی میتوان به این ملاحظه داد آقای آزمایش؟ در مورد این مطلبی که آقای صادقی گفته، در وهله اول بدون تردید نگاه مرد سالارانه این طایفه رو نشون میده که آقای صادقی داره اینها رو نمایندگی میکنه، و از جانب دیگه اینی که اینها، این مرد سالاران، چطور برای به کرسی نشوندن نظریات خودشون میخوان از قرآن مجید و از دین اسلام استفاده ابزاری بکنن. به هیچ وجه آیه قرآن چون این چیزی ازش قابل استنباط نیست، به خاطر این که مفسران معتقدند که این آیه یک قضیه رو تعلیق به محال کرده. یعنی در آیه سوم سوره نساء که می‌فرماید فأنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع، بعد این شرط رو می‌ذاره که می‌فرماید فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، یعنی اگر خوف یک ترس بسیار اندکه که در دل راه پیدا میکنه و ایجاد شک میکنه، یعنی نه اینی که اگر یقین دارید که نمیتونید عدالت برقرار بکنید، بیش از یک زن حق ندارید تزویج کنید، بلکه میگه اگر کوچکترین مبنایی برای خوف و شک در وجود شما باشه، حرام بر شما اتخاذ بیش از یک زن. و همین دلیل این مطلبی که آقای صادقی گفتن در تضاد ماهوی و روشن و بیان با منطق صریح قرآن مجید قرار داره و این رو هیچ جوری نمیشه رفع و رجوعش کرد مگر با ارجاع مطلب به حس مرد سالاری که متاسفانه در بعضی از این حجت الاسلام ها و مفتی ها وجود داره و باعث میشه که از قرآن مجید بخوان استفاده ابزاری بکنه. و نمونه این امر رو ما در قضیه حجاب هم دیدیم که چجور مسلط کردن حجاب اجباری رو بر جامعه، بر خانوم های هموطن ما، به عنوان یک اصل قرآنی میخواستن قلمداد کنن، در حالی که اصلا در قرآن مجید یک همچنین چیزی مطلقا وجود نداره. آقای آزمایش، اسلام در حیطه زنان امروز نیازمند چه رفرماسیونی است که بتواند هم خودش را به مثابه دین و هم زنان، نیمی از جمعیت جامعه رو، نه از مرد سالاری بلکه از نرینه سالاری، آنچه که فرانسوی ها فلوسانتخیز بهش میگن، نجات بده؟ به طور کلی قرآن راه رو برای این مسئله هموار کرده و رسول اکرم صلی الله هم راه رو بر این مسئله هموار کردن و اصل مشورت و تصمیم گیری برای امور مربوط به تحول جامعه اساسی ترین اصلیه که اون قاعده نسخ در قرآن مجید بر اون مبنا قرار داره. آیه های متعددی در قرآن هست که یکایک توسط آیه های بعدی نسخ شده و در قرآن مجید مکررن تکرار شده که قرآن برای خردورزی و خردورزان صادر شده، نازل شده، برای اینکه بتونن با درک شرایط اجتماعی و نیازهای زمانه استنباط از اصول قرآن بر مبنای قاعده نسخ بکنن. و ائمه اطهار هم در فرهنگ شیعه فرمودن که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یعنی هر چیزی که عقل بهش حکم میکنه شرع هم
تأییدش میکنه. به همین دلیل اگر ما با رجوع به خرد خردمندان تصمیمی در جهت تضمین حیات و بقای جامعه رو به جلو و تحول بگیریم که در اون حقوق آحاد جامعه مستقل از جنسیتشون به طور یکسان و عدالت در نظر گرفته بشه، این چون حکم عقلی عقلائه، شرع هم اون رو تأیید میکنه و اون کسانی که این اصل رو قبول ندارن و اصل نسخ رو مورد نظر قرار نمیدن، در واقع از اینها باید به عنوان مرتجعین و متهجران یاد کرد و تفاسیر اینها از قرآن مجید تفاسیر مندرآوردی و بدعت آمیز و اعتباری نداره. مثل همین حرفایی که آقای صادقی راجع به تجدید فراش آقایان فقط به علت مرد بودنش میزده. آقای آزمایش، مشخص تر اگر صحبت بکنیم، امروز به تایید رئیس دفتر خود آقای خامنه‌ای، زنان و مردان بسیاری در ایران خارج از حدود شرعی و به طور آزادانه با یکدیگر زندگی میکنند. این رو اگر بخش مهمی از عرف رایج جامعه امروز ایران بدانیم، چون جاری است در عمل، چه انتخابی باید کرد؟ آیا باید شر را پذیرفت یا این انتخاب آزادانه را؟ توجه بفرمایید که در امر رابطه بین دو جنس مخالف، یعنی در واقع زن و مرد، اساس بر آزادی انتخاب دور میزنه و از وقتی که دو نفر عهدی بین خودشون تنظیم بکنند، عقدی بین خودشون تنظیم بکنند بر اساس آزادی انتخاب، اینها به هم دیگه محرم میشند. اینی که عده‌ای اومدن و گفتن ضرورت داره که حتما یه آقایی که عمامه به سرش بیاد این وسط و یه خطبه‌ای هم جاری بکنه، این از ابتدا اتساع دخالت معممین و عمامه به سرها به نام شرع در امور خصوصی مردم بوده و ما میبینیم که این قضیه در اروپا کاملا نسخ شده. یعنی الان دو نفر اگر که بخوان با هم دیگه بر اساس یک قرارداد دو جانبه که بین خودشون بسته میشه با هم دیگه زندگی کنن، جامعه این رو قبول میکنه و اگر که بخوان این قراردادشون رو به ثبت در دفترخانه رسمی برسونن، میتونن به شهرداری رجوع بکنن و این کار رو کنن و ضرورتی نداره که حتما به کلیسا برن و این کار رو بکنن. و در ایران هم این مقدمات در ضمن سیر تحول جامعه داره فراهم میشه. یعنی بیش از پیش حدود دخالت های کسانی که عمامه به سر دارند و میخوان بر این اساس در امور خصوصی و روزمره مردم، به خصوص در حریم خصوصی ترین امور مردم، یعنی قضیه در کنار هم زندگی کردن، دخالت کنند، روز به روز محدودتر میشه، چون جامعه دیگه در تحول خودش پذیرای این دخالت های ناروا با سوء استفاده ابزاری از دین و باورهای مردم نیست. از توضیحات شما بیاندازه سپاسگزارم آقای دکتر مصطفی آزمایش، پژوهشگر علوم دینی در پاریس.